کربلا رسیده. اینها توقف کردن نماز بخونن، صبح نماز صبح تو این بیابونا، و بعدش که خواستن حرکت کنن اون اسب ها نمی رفت، اسب هایی که از دمام حسین سوار می شد خیلی محسوس نمی رفت. تا 9 اسب عوض شده. خب همه هم دیدم چی داره میشه. بعد فرستادن کسی رو گیر بیارن از اهالی اونجا که این زمین اسمش چیه. کشاورزی رو گیر آوردن. تو بیابونها گاهی اسم خاص روی جایی چون به اونطور واضح نیست، نزدیک به جاهای معروفی که باشه رو اونجاها. گفت آقا اینجا نزدیک نینوای سابق، البته نینوا وقت تخریب شده بوده. گفت به این مثل نینوا، چون نزدیک شط فراته، مثلا شاطئ الفرات، چون به محلی بود قافله ها اونجا اتراق میکردن، قاضریه بود رد میشدن، نزدیک بود. گفت اینجا آقا قاضریه بود. بسی که آقا اسم دیگری رو دنبال بودن، او هم میگفت چند تا اسم. بعد گفت اینجا رو کربلا هم میگفت. بسی که آقا منتظر همین اسم بودن. درگاه الهی عرض داشتن که اعوذ بالله من الکرب والبلا. بعد فرمود والله جدم این زمین رو به من خبر داد، ما اینجا میمونیم، اینجا ما میسیم، اینجا قبرهای ماست، اینجا محل شهادت ماست، اینجا میان به زیارت ما. موندن فرستادن دنبال کشاورزای اطراف اونجا، فرمودن که مثلا به حساب ماها حدود 20 کیلومتر در 20 کیلومتر اونجا، هر 5 کیلومتر رو یه فرسخ بود که 4 فرسخ در 4 فرسخ این زمین رو به من بفروشید. این رساله ها الان جلو من نیستش، اگر نه فتوه ها الان همطوره. بیابون ها مرافق محل های مسکونی هست. مرافق یعنی اونا بیان جا آشغال ببرن، گوسفندار بچرونن، عبور کنن، اینا میگن چه حقی هست. از همون اهالی زی حقی خریده شده به 12,000 درهم. تو اونا میخواستن پول نگیرن، آقا اصرار کردن که بگیرید و وقف کردن بر زوارش. اونجا کربلا از هر طرف تا 10 کیلومتر که میشه 20 در 20، بله، ملک امام حسین و وقف بر زوار شد. خب این قافله اینجا رسید. بله این آیه رو که تلاوت شد ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، سوره مبارکه زمره. بگو ای بنده های من که خیلی زیاده روی میکنید بر خودتون، یعنی خیلی گناه رو زیاد انجام دادید و مثلا زیاد شده. لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از این که دیگه خدا منو میامرزه، مثلا ممکنه نیامرزه نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناه ها رو میامرزه. انه هو الغفور الرحیم. قرآن کریم بعد از اینکه سوا کردن قرآن را از معلم قرآن، یعنی قرآن را از اهل بیت، اون وقت گرفتار شدن سنی ها به معناهای خیال بافی و اشتباهاتی که دارن. این کتاب حتما بعد محمد ابن عبدالله پلوش باشه. این کتاب از اون کتاب های فیزیکی است که مثلا اگه معلم فیزیک نباشه یک کلمش هم شاگرد نمیفهمه. باید باشه تا بگه یاد بگیره. خدا در سوره نحل
می فرماد که این کتاب رو من فرستادم که تو براشون تبیین کنی. این آیه 44 سوره نحل. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. ما قبل از تو نفرستادیم مگر یه مردانی رو که بهشون وحی میکردیم که اونا میامدن برای ارشاد مردم، یعنی انبیا. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برید از اینهایی که بلدن این مسائل رو بپرسید اگه نمیدونید در تاریخ چی گذشته. این پیغمبرها آمدن بالبینات و زبار، علائم آشکاری همراهشون آوردن و کتاب آوردن، کتابها آوردن، صحیفه ها آوردن. و انزلنا الیک الذکر، و این ذکر رو به سوی تو ای محمد فرستادیم. لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه تو بیان کنی، واضح کنی، شهر بدی، توضیح بدی برای مردم که ما نزل الیهم چی نازل شده. این کتاب اومده تا او بیان کنه بگه چیه معناش. ولعلهم یتفکرون. باز تو همین سوره میفرماد که اگه تو نبودی، آیه 64 باز همین سوره نحل، اون آیه که براتون خوندم 44 بود، این 64. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم. من این کتاب اصلا نمیفرستادم، چون تو هستی براشون بگوی یعنی چه فرستاد. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم. چرا؟ الّذی اختلفوا فیه. این کتابو بدی دست مردم، تو همراهش نباشی 16 جور معنا در میارن، 23 جور معنا در میارن. علامه مجلسی میفرماند که واضح ترین محکمات قرآن آیه وضوح هستش. آیه وضوح در سوره مائده آمده، آیه ششم سوره پنجم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نه یه آیه برش میفرماد من شمردم تو مسلمان ها علامه مجلسی تا 500 جور ترجمه و معنا شد که نوع اول با دوم فرق میکنه، دومی با سوم، همه با چهارم، چهارم با همه. همه آیه رو میذاره عرب جلوش، وضو میگیره، تیمم میکنه، غسل میکنه، اون یکی یه جور دیگه، اون یکی یه جور دیگه، اون یکی یه جور دیگه، همه میگن قرآن گفته. این بد حب سرگردونیست، این محمد احتیاج داره. خدا گفت کتابش اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم. اگه تو نبودی من اصلا نمیفرستم. الذی اختلفوا فیه، اختلاف میکنن تو این کتاب و این کتاب بودن و رحمه لقوم یؤمنون. تو قدیر پیغمبر فرمود بعد از من کسی که قرآن رو براتون بیان میکنه، توضیح میکنه، تفسیر میکنه، این علیست که رو دست من. بپرسید ازش. و بعدش حسن و من بعده الحسین و من بعده علی بن الحسین تا امام عصر رو شمرد. اینا براتون میگم قرآن. چرا خدا این کار کرده؟ برای اینکه وقتی از اهل بیت به تکبر، به شرارت، به کفر سوا میشن مردم، فردا نه این قیامه بگم ما قرآن عمل کردیم، اصلا قرآن نمیفهمیدن که عمل
چرا نمیفهمیدن؟ خب ببرو ببین چرا نمیفهم. اینجا که هست ما مسلمان ها بچگی سوره حمد تو نماز میخونیم، زن مرد همه، و هر مسلمان هیچ چیه قرآن بلد نباشه سوره حمد باید بلد بشه، چون نماز میخواد بخونه ناچار بلد بشه، بی سواد هم که بشه باید بلد بشه. حالا یه سوره هم بعضی فقها دیگه لازم میدونن برای بعد حمد و بالاخره کار نماز باید بگذره. مرحوم امام اون دانشمند عظیم ما سوره هم تفسیر میکرد، تفسیرش هست الان هم چاپ میکنن هم نواراش هست، هی میفرمود محتمل است این معنا باشه، محتمل است اون معنا، محتمل است، محتمله یعنی نمیدونم، شاید. یه خانومی از دور میاد میگن این کیه، میگه محتمل از زن من، محتمل از آبجین باشه، محتمل از زن همزه باشه، نه احتمال دیگه کدومه نبود. آقا چرا نخوندی همه درس خوندی؟ خب چرا یاد نگرفتی همه توقم هی آیت الله آیت الله؟ میگه خب نتونستم یاد بگیرم. چه بگرفتاری؟ خب تو برو یاد بگیر بفهم اون قوم، برو تو یاد بگیر. ده این کتاب اینطوریه، این کتاب امام صادق میخواد، امام باقر میخواد، حسین ابن علی میخواد. این آیه رو که الان براتون خوندم سنی برمیداره، ما گرفتاریم، شما مشغول کار کاسبتونه، منم کارم فقه و ایناست. هر گناهی کردی همین استغفار کن تموم بشه. همینجوری رو هوا مفته. خب اینجوری بابا ادامه داره این که آیه، خب بخونید همینجوری که خدا میگه من میامرزم که همینجوری نمیامرزه که. و انیبو الی ربکم، بله میامرزه به این که برگردید به سوی پروردگارتون. انابه کنید، برگردید، برگرد ببین پروردگار چی میگه. چرا برگرده؟ برای این که اون پشت کرده بود، داشت گناه میکرد، داشت خلاف میکرد. اگر از اول انابه به رب کرده بود که گناه نمیکرد، خلاف نمیکرد، میگه برگرد ببین تو اشتباه داری، غلط انجام دادی، تعدی کردی، عصیان کردی، نافرمانی کردی، حرف خودتو انزدی، شهوت خودتو روندی، برگرد ببین ربت چی میگه. وقتی برگردیم ببینیم خدا مطابق شهوتهای ما حرف نمیزن، چیکار کنیم؟ یا باید شهوتمون رها کنیم یعنی خودمون، یا خدا رو و اصل مولا دستا بالا تسلیم بشید برا خدا، یعنی مطابق 180 درجه خلاف خواسته توست، خب باید تسلیم بشید، اصل مولا مسلمان بشید، تسلیم بشید. میگه نه سخته نمیخوام، من قبل ایاتیکم العذاب، یعنی حتما عذاب براتون میاد، قبل از اینکه اون عذاب بیاد، بیاد به سمت ربتون، بیاد تسلیم بشید، ثم لا تنصرون، اون وقت هیچ کمکی به شما نخواهد شد. اینا حالا جمع میشن تو کربلا، امام حسین شهید، حالا میاد فعلا که هر هست شما حاصل است و بعد دیگه از روز پنجم میمونه صد میاد با 5000 لشکر هی میومدن میومدن. این کسی که بعد قرآن براشون بگه، امام زمانشون، حجت خدا، پاشدن اومدن که توی حجت خدا بیا گوش کن ببین یزید بن معاویه چی میگه، کی بره اطاعت از کی بکن، چه کسی بره زیر چتر کی بشه، کی رئیس بشه، کی مرعوس بشه. خب اگه نیایی چی؟ میکشی بود. آقا تو کربلا فرمود دیگه، فرمود ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، این ولد و زنای پسر ولد و زنا منو بین دو راه قرار داده، از سلت و وزله، یا شمشیر میاد تو فرقم یا زلیل او باشه، حیات من نبذله. چی شده بعد از 50 سال پیغمبر اسلام؟ بعد که نبود اسلام، همون وقتم نبودش. پیغمبر بعد از 40 سال که تو مکه بوده که همه چیزش بینات آیات معجزه بود،
به دنیا آمدنش، طفولیتش، معجزاتی که همیشه همراهش بود، علمایش که میشناختندش. پیغمبر چیز ناشناخته نبود. اون روز که تو سن 25 سالگی ایشون اون عالم یهودی به شدت گریه میکرد و افتاده رو دست و پاش، پیر مرد بود و نمیدونست چجوری ماچ کنه و چه، خدیجه سلام الله علیه متحیر شد که این چی کار میکنه این پیر مرده با این پسر جوونه. بعد که رفت پیغمبر گفت ما، گفت خدیجه پیغمبر آخر زمانه، گفت تمام علائمش تو تورات هست. اون مهر پشت کتف ایشون رو میخواست که دید. بعد شروع کرد گفت تورات میگه مبعوث میشه، چی میشه چی میشه، و دینش همه جهان رو میگه. بعد او تشویق کرد به خدیجه که بیا زن این بشو. گفت در تورات نوشته که یکی از اقوامش زنش میشه و خداوند امامان این مردم رو تا قیامت از اولادهای اون زن قرار. درسته دیگه، خدیجه میشه زنش فاطمه میزاد، فاطمه هم بچه‌هاش تا قیامت امامه، الان حضرت مهدی پسر فاطمه است. پس تورات هم درست گفته. بعد گفتش که خدیجه زن زیاد میگیره ولی از زنهای دنیایش فقط اون زن در بهشت همراهشه، بقیه نیست. بعد گفت خدیجه تو که قوم خیشش هستی، شوهرم که نداری، خب زنش بشو. اون تشویق کرد به شوق اون چه در تورات گفته شده بود، قرآن که هنوز نازل نشده. حضرت خدیجه به این حرفا ایمان آورد، شیفته اون مقام هایی که تورات گفته بود شد. ولی رسیدن بهش خیلی سخته و شرایط هم خیلی نامساعده. این جوانی فعلا عموش سرپرستیشو میکنه، زن هم نداره، ولی خب مال و چیزی هم نداره و معروف به یتیم ابو طالب. و حالا خدیجه با اون ثروت عظیم و شهرت و چه و چه و چه، چجوری میشه ما بریم زن این بشیم؟ ببینید، و ایمان آورد. یه یهودی میاد از تورات یه مطالبی رو میگه، این خانم اونچنان ایمان میاره که هر چه دار و ندار و هر چی بود فدای این ایمان میکنه. خدایا من چرا به این قرآن که از تورات مهمتره اینطور ایمان نمیاره؟ اون یهودیه که دیگه معجزه که نگه جلو خدیجه، شق القمر که نگه، گفت تو تورات داشت، تورات هم مثل قرآن، تورات تازه محرف تحریف هم شده، این کتاب که در تحریف هم نشده. چه ایمانی آوردن. ببینید این مسائل اون گونه داشته میشه. این پیغمبر آمده تو مگه حالا چی چی، این همه معروف شده یه حرفا. خداوند معرفی میکنه، خداوند آیاتش رو معرفی میکنه. خداوند بی سر و صدا نمیرفسته انبیا رو، خیلی سر و صدا رو هم میدازه. موسی نیامده، هنوز پیداش نشده، فرعون و فرعونه و اون قدرت و چه و همه به تزلزل افتاده که بنی اسرائیل یه بچه میخوان بزن، نه نزده. اون میگن میاد زندگی ما رو بریخ میکنه، این حکومت از دست ما، چه کنیم؟ زن و مرد رو از هم جدا کنیم. الان اگه شب در خونه شما رو بزنن ماموری بگن خانم بره یه جا، آقا بره یه جا، سر و صداست خودش. بنی اسرائیل هم زیاد بودن، برای چی چطور شده؟ خود این حرفیست که اصلا پخش میشه، هر زنی میگه این مرد بنی اسرائیل رو با زناشون از هم جدا کرد. خب این خبر روز دیگه، خب چیز جدا کردن. یه بچه خواب دیده فرعون، کاهنا گفتن بنی اسرائیل به میاد نیمده، الان حامله ننش نشده، چون جدا شده حامله نشده که اون بعدن. خب خدا در حجت ها میکنه، خب فرعون فلان فلان شده، تو با این همه قدرته که میگوی من خدام، خوب خلق نکنی همچین بچه.
گفتن که یه نفر ادعا خدایی کرده بود، داشتن محاکمش میکردن، اون قاضیه بهش گفتش که یه کسی چند وقت پیش ادعا پیغمبری کرده بود، ما کشتیمش. گفت کی بود؟ گفتم فلانی. گفت خوب کاری کرد. گفت چه؟ گفت من نرفسنده بودم. وقتی خداست دیگه. حالا تو میگی نگو من خدام. خب خلق نکن. چقدر مردم بد بودن. همه میدونستن چه خبره. همه جنسشون از هم پدر سوخته تر. همه از هم ظالم تر. شما مثل زمان شاه مردم شاه رو نمیشناختن. نمیدیدن. پس جان فدایی و جان فدایی چی بود؟ جن زیر هم از اون خراب تر میشه. پس پول بسه بود. حالا این پیغمبر اومده تو مکه بعد سن 40 سالگی دیزه، حالا که مونده 13 سال توی مکه. 13 سال خیلیه. اینقدر ایمان نیارن که جمعشن بکشندش. پولی میخواست از اینان را. این همه هدایت، این همه حسن خلق، این همه معجزه. حالا که فرارش دادن اومده مدینه، این همه راه تا 12 روز راه بوده اون وقتا. 84 تا جنگ اومدن راه. اینجوری بوده دیگه، بشرا این کنه. همین جنگ را اندازه با پیغمبر، همین آن الان دارن با امام حسین می جنگن. تو صحرای صفین عمار یاسر سخنرانی کرد از قول پیغمبر برای اطرافیانش. گویی مرده که داریم باش می جنگیم، یعنی معاویه، پیغمبر خبر داده که چند وقت دیگه پسر این علی با پسر این می جنگه. درست گفتی که خب خبر غیبی بود، یعنی حسین با یزید، اون که علی با معاویه بود. یه روز دعوا خیلی درگیر شده بود، عمار گفتش که والله اگر اینا ما رو دنبال کنن ما عقب نشینی کنیم تا حجر. حجر این راه خیلی دور. من هیچ شک ندارم که این جنگ همون جنگ بدره. یعنی این مثل باباش ابو سفیانی که مقابل محمد واسده بود تو جنگ بدر. اللهم صل علی محمد. حالا پسرش مقابل علی واسده و دعوام همون دعواست. اینا دنبال قدرت و حکومت هن. اون روز حالا بطار مطرح میکنن و امروز چاری ندارن اسم اسلامو بگن چون آخه به هم بریخونه. گوه ما هیچ شک ندارم ما جنگ کفر و اسلام داریم میکنم. آقای خمینی مکرر تو جنگ ایران و ایران فرمود جنگ ما با ایران جنگ کفر و اسلامه. هم میگفتن دیگه شوخی نیست که نه جنگ مسلمون با مسلمون. صحبت صلح که میشد میفرمود بین کفر و اسلام که آشتی نیست که، صلح نمیکنه که کافر با مسلمون. شوخی میکرد. خب همون داستان. دومه چه خبر دنیا، چه داستانیست. خب اون که میخواد این قرآن رو برداره به نفع خودش چی کنه که بر نمیداره، درست چه بکنه؟ تمام اینا باید توبه کنن، برگردن به فرمان خدا، برگردن. واجبات چیه؟ محرمات چیه؟ چه مصیبت بزرگی درست شده بود. زمان اسلام که داشتن جنگ میکردن با پیغمبر، فوشایی که میدادن طرف های پیغمبر به پیغمبر، میگفتن این دیوون است، ساحر، کاهن، این اخلال کرده، این نمیدونم وضع رو به هم زده، آبرومار برده، از حرف های جوری. این لغت ها حالا عوض شده بود تو کربلا و تو جنگ صفین، هم لغت های مسلمانی رو برای هم به کار میبردن. او میگفت علی کافره، هر سلم و معاویه کافره، دیگه لغت ها بد این شده بود دیوونه، من دیوونه بود. حالا لغت ها فلان ندارم، این حرف ها مثلا باب شده و از این حرف ها استفاده بود. شریح قاضی برداشته حکم قتل حسین ابن علی رو صادر کرده. شریح قاضی به حساب مثل رئیس قوه قضاییه طوری بوده، اینجوری ها مهم بودش.
این شوره خیلی آدم بدی بودش. اینو عمر نصبش کرد تو کوفه. به محض اینکه هر سالی آمدن کوفه عزلش کرد. ریختن مردم تو کوچه سنیا به تظاهرات. به وا عمرا. که بنا نبود که ما با علی بیعت میکنیم منصوب ها نصب شده های عمرا عزل کنیم. حضرت دید یا باید شمشیر بکشه جمعیت کثیری کشته میشن و فتنه ادامه داره یا دستا رو بالا کنه دیگه. صلاح بر این بود که دستاشو بالا کنه. شره رفت دور سر خودش. مظلومیت رو میبین. مگه همه آقا تو جنگ صفین دستاشو بالا نکردن؟ گفتم باید حکمه اینه که میگه معاویه اینا رو معلوم کن قبول کن. باید نجنگی با معاویه. ببینید چه اوضاعی داره رخ میده. پیغمبر آمده تشریف ببره مکه عمره به جا بیاره. خواب دیده فرموده من در خواب دیدم که دارم طواف میکنم، سر تراشیدم، قربانی بردم و من میخوام به عمره برم. اینها در سوره فتح هستش. این آیاتش خیلی تعجب بزرگی شروع شدش که آقا این سال قبل 24 تا 18 تا 24 هزار تا احزاب اومده اینجا دعوا جنگ جنگ خندق. حالا چقدر و محاصره و چی شد و اون امر کشته شد و چه حالا مسائل مفصل و اینا. بالاخره نرسیدن به خواستشون رفتن و عصبانی این همه اومد. تو میخوای حالا پاشو بری تو شکم اینا؟ اونم نه برای جنگ. ببینید کسی به شما میگه آقا تو این کوچه نفر اومده شما رو بکشه، شما لباس دعوا تنت میکنی، حالا هر چی هست. یه وقت جنگ نمیخوای بری، میخوای بری نون بخری بری. ایشون گفت جنگ نمیخوام برم، میخوام برم عمره به جا بیارم. یعنی لباس جنگ و شمشیر جنگ و زره و کلاه خود و نیزه و اینا نمیخوام بردارم. چند تا شتر بردارم. شما مکه میری چی میری؟ کلاه خود و نیزه برمیری. آقا شما جنگ هم که نمیخوای بری، وضع جنگی هم نمیخوای را بندازی، این خیلی خطرناکه. اصلا میترسیدن بیان. سوره فتح همین مسائل رو داره. چرا خدا خبر از تخلف میده؟ سیقول المخلفون، اینایی که نیومدن با تو، میکنم بابا میکشه اینو دعوا بودیم هم باشه، میخوام برد به قول ما تو لونه زنبور. فهم بابا خواب دیدم میخوام برم. ببینید زیر بار نمیره. الان سال ششمه تو نمیره زیر بار. پیغمبر تونسته 1400 تا دون آدم را بندازه ببره، در حالی که تو مدینه و افراد 800 هزار جمعیت. یه وقت خودکار برد خونه بنویس 800 هزار، این وقت بنویس 1400 هزار، چند درصد میشه؟ نیومدن اینا، نیومد. سیقول المخلفون من الاعراب، اینایی که نمیان با تو همراهی نمی کنن، میگن شغلتنا اموالنا و اهلونا. آقا الان یه وقتی کار داریم، زن و بچه همون گرفتارن، نم مالامون چی چیه، نم موقع کشاورزی، از این حرفا. ببینید یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، این حرفا که به زبون میزنن قلبشون چیز دیگه میگه. میگه نریدن میکشنده اون بابا چی باشه بریم مکه. اینا پارسال با 18 هزار تا آدم اومده اینجا باشیم بریم صاحب بدون شمشیر، بدون حالت جنگی. شمشیر که همون بهش برمیداشتن متعادت جنگی نم. حالا پاشدن رفتن، خب مکه اومده جلو اینا رو گرفته، نه هم محل حدیبیه که گاهی هم شاید رفته باشیم که کار به صلح و اینا کشیدم، نذاشتم بکنه، نمیذاریم بی. صلح، قرارداد صلح 10 ساله نوشته شد اونجا. ماده 1 و ماده 2 و ماده 3 موادی داشتین صلح. موادش اینه که اگر از اهل مکه کسی اومد سمت مدینه، یعنی سمت پیغمبر، پیغمبر مکلف دستگیرش کنه، دست بسته تحویل مکه یا بده. اما اگر از اهل مدینه مسلمان ها کسی رفت اونجا، نه کارش نمیخواد بدون باش.
شب هست دیگه. حالا این ماده اول، ماده دوم، ماده شب. البته چند تا ماده هاش خیلی به نفع شد، چون بنا شد تو این سرنامه کسی اظهار اسلام کنه تو مکه دیگه مزاحمش نشه، که تا قبلا میشد. تو خود این 1400 تو همین حدیبیه دعوا شده، هم اطراف پیغمبر. یه سری مثل ابوبکر و عمر و چه و چه گفتن این سرنامه باعث ننگ، باعث خفت، یه حرفا چی چیه، بعد بجنگیم با اینا. پیغمبر وقتی دو تستگی شده، یه سری اونجا جمع شدن شعار جنگ میدن، آخرش بند خدا دید اصلا معلوم چی به چی، زفر زیر یه درختی، گفت کی با منه که یه دو اومدن زیر درخته، ما با تویم، شده بیعت شجره. اونا مون بر واسدن دو دستگی جون رفتن حمله کردن، اونا جنگ شروع کردن، مشرکین هم حسابی جلوشون در اومدن، به طوری که حریف نشدن، فراری اینها اومد از جهول و پیغمبر ردش، فراری، فرار که به فرار اونا دنبال بودن بکشندن، شکست خوردن. وقتی رسیدن مکه یا جلو پیغمبر، پیغمبر به هر سری فرمود جلو اینا رو بگیر، جلو لشکر مکه رو، که آقا پرید وسط واسدن یه نفر هم میترسد، فرمود اینا رو کار نداشته باشید، هم مفاد صلح قبوله، برید. اون وقت آقا شروع کرده به ناراحتی کردن با اینا جلو همه مردم، فرمودن جنگ بدر میخواست بشه، به شما میگم بیایید برید جنگ، ناراحتی میکردید نیامدید. حالا سردمداراشون هم ابوبکر بود و عمر بود که زیاد بودن، اونا یه دستم بیعت شجره، چون دو دستگی شده اونجا. تو جنگ احد همتون فرار کردید، رفتید، منو تنها گذاشتید، هرچی گفتم نرید نکردید، تو جنگ خندق اینجور کردید اینجور کردید، همینطور تخلفات رو به صراحت گفتن. اینا هم خیلی میترسیدن، چون از اون ور مشرکین ناراحت بسیده بودن که اگه پیغمبر حمایت از اینا نکنه همه شون بکشن، حریف میشون. از این ورم پیغمبر هنوز نگفته بود بخشیدمتون یا بیاد جز ما، علی با شمشیر واسده بود، یه اشاره میکرد همشون هرسته، علی از دم شمشیر میگذن، نفس از ترس قد شد، گفت نه در قربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم، نه از اون ور جرأت میکردم برم مشرکا بزنم، نه از این ور پیغمبر اونا. پیغمبرم حرفاشو زد، حرفایی که نمیتونست بزنه، در دلار گفت، کفرشون، شرکشون، نفاقشون، مخالفتشون. بعد اومدن برن این سوره نازل شده، سوره فتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما و ینصرك الله نصرا عزیزا. خب تا اینجاش گوش کردید، هو الذی انزل السکینه علی قلوب المؤمنین، او آرامش رو بر قلب های مؤمنین، نه کدوم مؤمنین، این طرف داره پیغمبر. اون وریا که داشتن ترس می‌مردن که چون از اول مشرکین حمله کردن حسابی این ورم اینا به اینا رو نمیخونید، با حوصله ببینید آیات چیه. من چرا آیه بعدی خدا میفرماد و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء، و خدا عذاب میکنه این منافقا رو. این سوره فتح حدیبیه نازل شده، منافقای حدیبیه که یا بدفع خونه درار ببن، قرآن رو بخون ولی با باورا، تونتون دقیق نفهمی ها که آخه تو حدیبیه این سوره منافقش که بوده، ولی مشرکین، ولی مشرکات، خب مشرکین هم ورواسده بودن، منافق هم که این ورواسده بود. خدا میگه همشون عذاب میکنم. اینا گمان بد به خدا بردن، پیغمبر گفته که صلح رو قبول بکنیم، گفتن این خفت و خاریست. از ظانین بالله علیهم دائرت السوء و غضب الله علیهم و لعنهم، کی رو خدا غضب کرد تو این سوره و لعنت کرد؟ و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا، اینا محال آمرزیده بشن، اگر نه این کتاب دروغه، بگه جهنم آمده
کسی که برس بخشیده بشه خدا اینجور چیز جهنم نمیکن. نمیخونید اینا رو. پیغمبر نفراتش کمه، خدا میفرماد ولله جنود السماوات والارض، من لشکرهای آسمان و زمین رو دارم. و کان الله عزیزا حکیما، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. من این پیغمبر رو فرستدم بهش ایمان بیارید، به خدا، به رسول، و تو از روح و تو وقت روح اینو ارزش بدید، وقار بدید، حرفشو گوش کنید، صلحشو قبول کنید، رأیشو بپذیرید، نه اینکه رو بهش واسید و بگو تو نمیفهمی اونم زلدت درست کرد. یه عده که اونور بودن، یه عده که اومدن تحت شجره، ان الذين يبايعونك، اینا که اومدن امروز با تو بیعت کردن، انما يبايعون الله، اینا با تو بیعت نه، اینا با خدا بیعت کردن. يد الله فوق ايديهم، فمن نكث، اونی که رفت اون طرف و برای خودش حزب درست کرد، فانما ينكث على نفسه، بر علیه خودش عرش کرد. اینا چیه این آیه؟ بعد پیغمبر حرکت کرد برگرده، معلوم بود چیه اینا، همه اومد از این تفسیر زیاد داره، اینا خیلی حرف داره همش. راه افتاده عمر رو پلو پیغمبر گفتش که این صلحت که باعث خفت و خاری بود، فت چی چیه؟ انا فتحنا، کدومه تو که فت نکردی، که تو که همش ذلت درست کردی، که فتحت کدومه؟ این دروغا چیه؟ از یه طرف راست میگفت، فتحی نشده، دعوایی نشده، سر کرده بود، این ظاهر حرف، اما از جای دیگه ناراحت بود. فقط چیز دیگری است، خدا باز کرد دهنش رو، دهنش داره لبه هسته بود، یه موقعیتی شد که فتحنا لک فتحن، دهن تو باز کرد، بله باز بگو، تا از زبون تو بشنوند اینا رو، فردا نگن اینا یارها بودند، خدا طرفدارها بودند، چی بودن اینا. و الان سال ششم، چهار سال دیگه میره لاین خاکا، بفهمن، بشناسن. منم یه آیات رو میرفستم، فتح جنگی نبود، فتح دیگون دهنم رو باز کن، دهنش باز شد، فتح جنگی نشد که اونجا اصلا یه دونه درق و دروغ شمشیرم پیغمبر به کسی نگرد. به چی بوده این فتحه؟ ثواب داره، بشین قرآن رو بخونید، فکر کنید، اینا دروغ نیست، اینا شروور و مزخرفات نیست، اینا حقایقیه. تو هم مثل عمر بگو این فتح چیه، خب بگو اول، بعد برو ببین فتح چی بوده، یا دروغه، یعنی اون راست میگه، با هم گفت دروغه نامه، یا پیغمبر راست میگه، چی بوده این فتح، چه فتحی شده؟ میشه اینا رو بفهمیم ما؟ برید یه خورده جلو، اون وقت ببینید طرز برخورد خدا رو. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، اون هنگامی که کفار رو من حمایم، حمیت عصبیت در قلباشون گذاشتم، حمیت الجاهلیه، یعنی اونایی که رفتن اون طرف همش کفر و حمیت جاهلیت بود. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، ده دو دستگی اونجا بوده اینهاش، من سکینم رو بر رسول و بر مؤمنین فرستادم، و الزمه هم کلمت تقوا و کانو احق بها. آیه بعد چیه؟ لقد صدق الله رسوله الرؤیا. اون وقت اونجا از درگیری هایی که داشت عمر با پیغمبر میکرد، میگفت چرا دروغ میگوی؟ مگه تو نگفتی من خواب دیدم برم مکه؟ این مکه بود که اینجا اومدین ننگ و امضا کردی، حالا میخوای برگردی؟ چیزی نگفت پیغمبر. پیغمبر شما مسلمان چیز. سال دیگه که سه روز مکه خالی کردن طبق صلح بودش، رفتن برای عمره، عمرت القضا، جلو خونه کعبه صداش زد عمر، فرمود اینجا خانه کعبه نیستش، این من نیستم، عمره به جا نیوردیم، چرا منو دروغ حساب میکنی؟ من که نگفتم امسال میریم، گفتم خواب دیدم رفتم، خوب اومد، من گفتم همین امسال. چرا خدا اینو میگه لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق؟
چی بوده؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم. اینا پیغمبر گفته بود، گفت تو خواب دیدم من مسجد الحرام داخل شدیم، در امر بودیم، یعنی دعوایی نبود بامون، سرامون هم تراشیده بودیم و تقصیر کرده بودیم. لا تخافون، ترسی و خوفی نبود. او میگفتش که آخه تو که اینجا نداشتم بری جلو جنگ هم برگشتی، عمره نبود، مسجد نبود. این برای همین در اینا نازل میشه. ببینه چه خبره، چی داره میگذره، چطور داره این مسائل داشت میگذشت با اون مشکلات بزرگ. بله پیغمبر مشکلات عظیمی داشتند. این راه اندازی ها اصلا توحید رو داخل مردم کردن، خود رسالت رو، خود اینکه این قرآن الله حضورش باشه و این همین چی که گذشت. این همون پیغمبر رو میخواست همینجور جلو برفت. مشکلات با همه این مشکلات که شما میبینید، با همه این اوضاعی که بوده، با همه این وسایطی که بوده. این جنگ خیبر فتح کرده بودن، خیبر که با یهودی ها بوده و اینا چند تا قلعه ها تسلیم شدن، غنیمت خیلی گیر مسلمان اومد. یهودی ها تو داخل خیمه خیلی چیز بود، داخل قلعه ها اموالون هم چه و فرش و زندگی و اساس و فلان، خیلی شطور بار غنیمت اومد. اون وقت تو این دعواه یکی این زن ها پیغمبر، این پدرش تو اون قسمت ها، اینا قاطی پاتی همه بود، اینا تازه داشته چی میشد، نم چه توشو ضربه خورده بود، این اومده بود پیغمبرم نیده بود، داشت یه قلم فوش میداد به سرباز پیغمبر که چه پدر من اونجور برخورد کرد. اینم میگه که چی بهش میگن آخه، چطور تا پیغام پیدا شدم فرار کردم، زن پیغمبر اومده فوش بده بزرده. شما خیلی داشتم تو همه اونجا دعا سماعت میکنده، این بار تاریخ ها بخونم دنیا چه خبر بود. خب این قلعه ها که فتح شده بود، جنگش چند تا قلعه بود که اون درر حضرت علی کندوخ فتح کردن، بقیه ترسیدن اومدن صلح کردن. قلعه ها زیاد بود، همش جنگ نشد. قرآن کریم خبر داده اونایی که بدون جنگ صلح میشه کلا مال توست. آیا آمده تو سوره 8 ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اینا مال تو، از پیغمبرک میداد بینو مال او بودش. اونایی که لشکرا فتح میکردن یه پنجمش مال پیغمبر بود، خمس که میگفتن البته میدادن بفخش، بقیه میدادن به سربازا، مال اونا نبودش. آقا اونجا جنگ نکرده بودن رو. اینا مال اینا که ریخته بودن جلو مسجد و بعد انبار شده بود، اینا دستمند بود، فرش بود، پتو بود، هم چی و وسایل زندگی اون زمان زیاد. میدونستن اینا مال خود پیغمبر، پیغمبر هم تش نیورده بود. زنا جمع شدن، زن و پیغمبر که اینا مال شوهرمونه دیگه، بله اصلا وسایلم تو خونه ها نبود، آه چیزی نبود. حالا جرات نمیدن دست بزن، بعد پیغمبر میاد، ولی تو هم تقسیم کردم، پیغمبر نیومده همجوری با چشم. اون گفت پرده مال منه، اون گفت نه اون فرش مال منه، اون گفت مال چیه مال منه. بله پیغمبر از جا رسیدند و تمام دادن به مردم رفت. زنا همه ترش کردن که خب بدی به ما دیگه، تو این دستمند در دادی به اون زنه، خب نمیبره که دست گاوش بکنه یا ببنده اینجا شطورش میکنه دست خودش، خب بده من ببندم دست و دستمند کارش میشه که این پرده هر دادی خب میبره میزنه دم در خونش، خب بده من بزنم اینجا پرده نداره دیگه، نمیبره در این تیویلهی بزنه که یا بندازه رو زمین، خب پرده مصرفش همینه، خب بده من بزنم، ما فرش نداریم چی نداریم. درگیری شدش، یکی از زنان پر روی کرد، گفتش که ما اگه زنتو نمیشدیم خیلی آدم از تو بهتر بود ما رو بگیره. منظور بهتر مالی رو میگفتند، راست میگفتند. هیچ خبری تو خونه پیغمبر، تو اتاقا که میرفتی نصف شن بود و بقیه اشتام یه پوستی بود و یه دونه کاسه و یه قاشق چوبی و میامد، خیلی سروت ولی میرفت و نمیشد. قرار کردن همه با پیغمبر، غیر ها نه شوخی و اینا، پیغمبرم قهر کردشون که چرا اینا ندیدی به ما، یعنی مال ما بود چرا دیدی به مردم. آخه الان تو خونه ها که دعوا میشه زنه مال تو رو مال خودش میداره، بعد میگه چرا مال ما رو دادی به مردم.
همه هم بس فهمیدن که اینجا تو خونه پیغمبر قرقر کشی شده، پیغمبر با زناش قرقر کرد. آدم بزرگام قهر میکنن تماشای از قیافه هاشون چجور قهر میکنن. خب کنیز پیغمبر اون ماریه بود، میامد و مشربه بهشون گفتن را پلیم بره بالی اتاق کچیکی بود اونجا، میرفت اونجا گاهی پیغمبر کاری داشت و اینا، بیزن اونجوری نبود که فلان، و حالا قهر بود. یک ماه طول کشیده این قهره، راست راستی زن رو نیمدن داشتی کننده. تو که اینجا نشستی با این قرآن کریمت بفهمی خدیجه کجا اینا کجا. سر دو تا دستبند پیغمبر رو اخطوف کردن رفت، او همه موجودیش رو ریخت به پای یتیم و ابو طالب که چیزی نداشت تو مکه. الان پیغمبر حکومت داره، رئیس لشکر داره، عده داره، نفر داره، دبیا اونجا شامنهار هم نداشت بخوره، جوانی بود بیکار، بیکار یعنی ثروتی نبود و هرچی کار. او به ایمان به خدا و تورات همه رو داده، اینا سر چهار تا غنیمت فرشن قهر کردن، خدا دخالت کرده. او معمولا یه دعوایی میشه میگه بزرگتر ها دخالت نمی کنن دیگه، بزرگتر پیغمبر که جمعشون کرد فرمون دستور آمده از طرف خدا دیگه، بعد بیان آیات اومد تو سوره احزاب، آیاتش قرآن میخونه صبح شب. پیغمبر زنات جمعشون کرد که ولی که از اینا این کارا رو انتخاب بکن. یا ایها النبی، آیه 59 سوره احزاب، قل لازواجک، بله آیه 28، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگه زینت دنیا میخواید، اگه حیات دنیا میخواید، اگه دستبند و فرش و اینا میخواید، فتعالین تشریف بیارید، امت کن مهراتون رو بدم خدمتتون، فاسره کن سراحا جمیلا، همه تو خونه بابا. اینه میگن خدا راه، خانم تشریف بیار، مخ چقدر بفرم آرار باسته خبره، اینجا من دستبند و پرده به کسی نبید. و این کنتون نتورد نالله و رسوله، اگه میخواید همین که هست، همینجوری که میبینید، همین وضع، اگه میخواید برای پشتش آخرت هم هست و دار الاخرت، نرید قرم نکنید برید. خدا رو ببین چقدر زرنگه. بعد از اینکه این خطرها تهدید شد و وضع خیلی درام شد و اوضاع برگشت و به قول اون که قمر در عقب شد همه چی، اول اون زینب دختر صفیه ها، اون که زن پیغمبر، اون اول اومد ماش کرد پیغمبر، من آشتی کردم نمیرم، اونم غلط کرد. بعد یکی نه تا بودن دیگه، من ماش کرد. خدا نمیگه اگه بمونید میبرم بهش، فان الله اعد للمحسنات من کن اجرا عظیما، من برای خوباتون اجر میدم. مگه تو زن پیغمبر بدم پیدا میشه؟ خب چه میدونم، خود خودکار بیار اینو خطش بشه. خدا داره میگه برای خوباتون، برای خوب خوبه. بعد تو وقتی تو مغازه میگه آقا چای خوب داری، پس معلومه چای بعدم پیدا میشه یا چای متوسط هم پیدا میشه، برای خوباتون اجر عظیم. حالا سختگیری هم شروع شد، حالا واسه دستبند اینا قهر میکنید. یا نساء النبی، از این به بعد من یعتمن کن به فاحشت مبینه، هر کدوماتون کار زشت واضحی بکنید، گناه بکنید، یوزا افلح العذاب ضعفین، من دو برابر همه میزنم اتون، دو برابر زنای دیگه میزنم. میزنی؟ بله. و کان ذالک علی الله یسیرا، خدا همچین راحت زن پیغمبر میزنه. اون محلای ما زمانای قبل رضا شاه که شلوغ پلوغ بوده و خان با خان بازی بوده، هر کسی یه تفنگ پیدا میکرد، اون وقت آن شهر 100 سال پیش 80 سال خام میشد واسه خودش، یه مانده دوزه میکرد، نفرات پیدا میکرد، یه گردنه میگرفت. ایران وزن اینجوری پیدا کرده که تا بد کرد همچیز شد. این خانه معمولا چیزی هم نبودن، مثلا کارگری بود، چیزی مثلا قوی بودن، رو تفنگی داشتن و بعد مثلا به زورگویی. یه خانه نشسته بود، یه چیزی بس از این یاقی ها داشت تفنگش رو مخته، تفنگ ها مثل که پر میکردن اینا. یه خانه محلی اومد رد بشه، این سلام نکرد به این یاقیه، اینم تفنگ رو درست کرده بود و
سوار شد و بدود بکشدش که چرا من یه آقایی هم به من سلام. خانه بوده این بوده، خانه بوده این بوده، این خانه رفت تو خونه دیگه، یعنی رفت تو تیبیله، این رفت دنبالش که بکشدش. خانه گفته بود خان کشتن مشکله ها، یعنی منو بکشی من یکی نیستم الان میریزن. گفت من الان آسونش میکنم، درق زد کشش. خدا اینا میگن زن پیغمبر میذاریم، میگه کان زالگه علی الله یسیر، من قرار رو هستم پیغمبر میذاریم. و من یقنط من کن لله و رسول، اگه گوش به حرف خدا بدید، اگه گوش به حرف رسول بدید و تعمل صالحاً عمل درست انجام بدید، بله من میدونم خون پیغمبر سخته، زن پیغمبرشون آخر کار سخته. عایشه وقت درد دل کرده بوده، گفته بوده از 9 شب اولا یه شب نوبت من، اون شبن که حالا نماز مغرب و مغرب و طول میکشید و اومد میاد خونه و میبدند و میرفتن و کارا همه دستشون کارای مملکتی بوده بلند، تا نماز عشاء دوباره میرفتند و نماز میخوندند و میامدند و همینطوری کار و مراجعه و اینها. پیغمبرم از نصف شب تا صبح دیگه کاسب نبود برای خونه و عرضه، میرفت دنبال عبادتش. سوره مزمل خونده دیگه، قم اللیل الا قلیلا نصفه، اول از نصف شب تمام تا دیگه صبح نماز بود. حالا یه تیکه مقدار که مونده که حالا تا نصف شب اگه بیا خونه، اون گفتش که حالا که میمد که اول وضو میگرفت نماز میخوند، همین فاصله هم که حالا مثلا حالا چند شب بوده 3-4 ساعت میخواد بخوابه، باز چند بار پا میشد وضو میگرفت نماز میخوند میخوابید. نه نصف شب هم که دیگه شوهر بی شوهر. مرحوم امام تو عروت الوثقی که الان جلو من بود میآوردم براتون میخوندم، برای آداب نماز شب نوشتن که اگر اینطور بخونه اینطور بخونه خوبه، ولی اونجوری که پیغمبر انجام میداد بهتر بود و ما طاقت نداریم. نمیشه تو اروا هی بخوابیم پاشیم، بخوابیم پاشیم، اون زرق ده بزن پاشیم یه سر هم بخونیم بره، و ما طاقت نداریم بزن از رو اروا بخونم. حالا نصف شب ببندم که میرسیم. حالا بعضی این شبا که نبود اصلا پیغمبر تو مدینه میره جنگ، جنگ که نم تو کوچه جنگ کنم برگردم تا برم بیان 20 روز میکشه، 35 روز، 25 روز، 12 روز، 18 روز طول میکشه. جنگ دعوا بود دیگه. حالا برگرده پیغمبر دست داره پا داره چشم داره دعواست دیگه، حالا چی شده، کی کشته شد کی نکشته، مصیبت بودش. تازه خرجی بود نبود، مشکلات اینجوری هم بودش. اون وقت هم دائما پشت در خونه شلوغ بود. شما خیلی حالا بوده که وزارت دارایی، وزارت چیچی، وزارت مسکن، وزارت دفاع، همه کارا هم پشت در خونه پیغمبر بود. زن با شوهرش دعوا داشتن، اون مسئله شهری می‌خواست بزنه، اونی که سر بزش با اون دعوا داشت اینجا بود، اون رئیس قبیله اومد اون ملاقات کنه، از یهود چند تا اومده بودن کار داشتن، نه اکار هم شلوغ بلوغ نه. خب اینجوری بوده که سخت بود واقعا، سخت. فرهنگم نداشتن عربانه، من خیلی با کلاس اینا شلوغ بلوغ سر و صدا و اینا، که خواستن خدا تو سوره حجرات فرمود میان بدن پشت هم دیوارا بگم محمد یا محمد بزن فلا بسن نوکر شما آقایی مد بابا اینجور حرف نزنی با پیغمبر رسول اللهی بگوید آقای چیزی بارو بهش بگنیم محمد چی چی اکثر هم لای عقل ان الذین ینادون لک من وراء الحجرات اکثر هم لای عقل دیگه اونجوری میکردن دیگه. او وقت من چجور بود چه فرهنگ بعده بود، حوصله نمیکرد از دیوار میمدن تو دیگه، کار به جای بکشه که آیه بیاد که تدخل البیوت من ابوابها، بابا از در بیاد تو، آقا بیوار چرا میدون دیگه. شما خواهی گرفتار اون فرهنگا نبوده چیه بیان یاب چرا میبشن. یک کسی میگفت حالا که میریم چیه که حالا 1400 سال پیش ببینه چی جوری بود. اون حالا تو همه اینا، اون حالا که این شهر هست گرفتاری ها پیش می آمد، کار پیش می آمد، گاهی شبت پاشن کاری بکنن، خب مشکلاتی الان همین جلسه می خواست این خونه باشه، شما خواب راحتی بوده هی که بخواهم چی درست شد در باز کن فلان، خب هر کار می بره دیگه، خب اون وقت می خواستن اداره کنم. حالا یه شب این دوز درد دلای عایشه است، گویا یه شب حالا پیغمبر اومده حالا نمازش چی اومد بخوام در زده، پیغمبر فرمود برادرم علیستر رو باز کن. حالا اتاق 9 متری یه پرده بود، اصلا اومد رفت اون ور پرده، او وقت این این ور نشست که حالا فقط 4 تا کلمه صحبتی کاری چیزی میرن دیگه، این حالا نشسته منتظر دید همطور پیغمبر صحبت میکنه ولی نمیاد صدا این ور که واضح بشنوه چیه، یواش صحبت میکنه بدن صحبت
طول کشید اصلا تا نصف شب دید حالا از دلی داره صحبت میکنه، معلوم بود از تون صدا. حالا دو سه ساعت مونده به اذون مثلا، تا اون وقت که دیگه هر دو برای نماز شب پا شدند و اینا، بیدار بودم مثلا رفت دیگه تموم شد شب هیچ. این دیگه اعتراض کرد گفتش که رسول چی میگفتی با علی؟ فرمود اون چه از اول خلقت تا الان شده بود من برای علی تعریف کردم، و اون چه از الان تا قیامت میشه علی برای من تعریف کردم. اینا رو هم دیده بودن، اینا رو هم شنیده بود. یا نسا النبی لستنک احد من النسا، شما مثل بقیه زنان نیستن، گرفتار هستید. این تقیتون اگه تقوا به خشم بی تقوایی نمیشه. فلا تخزعن بالقول فیت مع الذی فی قلبه مرض، این عرب در میزنه نرو با ناز و کرشم پشت در حرف بزن، خزع قول نکن. اینا به قول ما همه سلمان نیستن، توش در آخش اوخش را نندازید اینجور تو زرز حرف زدنه. این آیه برای چی اومده؟ چرا گفته با ناز و کرشم حرف بزن؟ خراب کاری میکنن درگیرشون هم باشون. این یک. دومی که اینه آقا چه خبره در زدی باش؟ قول نقولا معروفا، خوب برخورد کنید با مردم. و قرنه فی بیوت کن، قرنه کردی موندی تو خونه، باید با کفنه اینجا بری بیرون، باید این خونه تکن نخوری، تکنم که نخورد. ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، منم منم تو مردم را نندازید ها. اقمن الصلاة آتین الزکات اطعن الله و رسوله، میبینید چه خبر بوده؟ این داخل خونه، اون داخل بیرون، اون وضع اون تو. اللهم صل علی محمد و آل محمد.